نپذیرفتن تصمیم حکومت در مورد برکناری عطا محمد نور از سوی جمعیت یک روز بعد از آن که ارگ ریاست جمهوری از منظور شدن استعفای عطا محمد نور خبر داد، جمعیت اسلامی که آقای نور رئیس اجرایی آن است میگوید که اعلام ارگ درباره آقای نور یک جانبه بوده است. عطا محمد نور همچنان در واکنش به استعفایش میگوید استعفایش از سمت ولایت بلخ مشروط بوده و پذیرش آن از سوی ریاست جمهوری غیر قانونی است و آن را قبول ندارد. آقای نور گفته که واکنش او به این اقدام ارگ برای فعلا فقط حرکت مدنی بوده، اما در صورتی که حکومت از طریق قوه قهریه اقدام کند هر گزینه را در نظر خواهد گرفت. اما پیروز میدان کیست؟ جمعیت یا حکومت؟ فیض فرهمند از سخنگویان عطا محمد نور و اجمل هودمند آگاه مسائل سیاسی و حقوقی برای بحث بیشتر با ما هستند. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. آقای فرهمند، میخوایم بحث را با شما آغاز بکنم. حالا آقای نور گفته که تصمیم نهایی اونها مشروط به تصمیم جمعیت است، یعنی بعد از این که جمعیت به موقف گیریش را در مورد برکناری آقای نور اعلام بکند تصمیم نهایی خود را اعلام خواهد کرد. واقعا اگر جمعیت بیاید تاکید بر ازی بکنه که آقای نور همچنان با عنوان ولی بلخ باقی بمانند و حکومت همچنان برکنار بکنه آقای نور را و تاکید کنه که آقای نور باید ولی بلخ نباشد، آقای نور چه میکنند؟ خب سلام بر شما و میمان گرامی بینندگان تلویزیون خورشید. سلام بر شما. بس اینجاست که تا لحظات بعد امیدوار هستیم که جمعیت اسلامی افغانستان امروز چانه‌زنی‌های خود جریان داره و قرار است که تا لحظات بعد یا ساعات بعد نتایج نهایی خود اینا پیشکش بکنن. آنچه که عملکرد حکومت وحدت ملی در قبال جناب استاد عطا محمد نور انجامید، بحثی است که وقتی ما اگر حکومت وحدت ملی مشروعیت قانونی برای خود می داشت، تا او زمان می تانست که صلاحیت و صلابتی را داشت که به عزل و تصمیم برای برکناری یا نصب یکی از اراکین درجه اولی حکومت ای بر می داشت. یعنی چی که شما ببینید وقتی که حکومت وحدت ملی روی یک توافق سیاسی پا نهاده و منعیس یک حکومت غیر مشروع، وقتی که غیر مشروع میگیم جایگاه قانونی برای خود نداره. آنچه که در تفاهمنامه سیاسی حکومت وحدت ملی بین دو تیکت انتخاباتی آمد، حکومت وحدت ملی قرار بود که بعد از دو سال روند حکومتداری را به صدارتی تبدیل میکنه، اما تا به اکنون که 3.5 سال از عمر حکومت میگذره خود در حالت بی سرنوشتی قرار داره. بله. اما آقای فرهمند، حالا اجازه بدین هر دو تیم به این موافقه رسیدن که دیگر باید آقای نور به عنوان ولی بلخ کار نکنه. وقتی که بحث رهبران هر دو تیم یا تکت انتخاباتی میایه، بحث آقای عبدالله اینجا حکومت خودسر نیست، اینجا ملت افغانستان صلابت و صلاحیت و اقتدار خود داره. آقای عبدالله هم موافقی هستن که آقای عبدالله صلاحیت و توانی کار نداره که با سرنوشت ملت افغانستان بازی میکنه. آنچه که صلاحیت داره قانونی اساسی افغانستان و ملت قانون را که شما نمیپذیرین، شما میگین حکومت به اساس موافقت نامه سیاسی به وجود اومده، حکومت به جایگاه قانونی برای خود نداره، به اساس توافق نامه هر دو تیم آمده و این ملت تصمیم میگیره، قانون دوبارهش تصمیم میگیره. اول حکومت لازم است که اول اجازه بده، اول اجازه بده که من پرسش جایگاه خودم مطرح بسازم، جایگاه قانونی خودم مشخص بسازم، بعد بیای روی اصل یا نسب یکی از اراکین بلندپایه حکومت قرار بگیره. شما هر دو تیم تصمیم به این گرفته که باید آقای نور به عنوان ولی بلخ دیگر کار نکنه. حالا چی میکنید شما؟ تصمیم هر دو تیم اینجا نیست. وقتی که ما تصمیم ریاست جمهوری و ریاست اجرایی همین است، مقام بدون صلاحیت و فاقد اراده و فاقد برنامه است. ریاست اجرایی یک برنامه فقط سمبولیک که تا به اکنون تانسته با سرنوشت ملت افغانستان بازی بکنه که من بعد ملت افغانستان خاموش نخواهد بود در قبال ریاست اجرایی که آنچه که تصمیم بگیره، آنچه که معامله گری و آنچه که برنامه های پس پرده که با هر ریاست جمهوری داره همون برنامه را به پیش بگیره و ملت افغانستان هم برش خاموش باشه و فقط نظارگر این روندی که اینا را پیش گرفتن باشن. تا زمانی که حکومت موقف خود مشخص نسازه، شما باید داشته باشین که وقتی میگیم تکت انتخاباتی استاد محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان
افغانستان طرف توافقنامه حکومت وحدت ملی قرار دارد. تا اوج وقتی که دو شریک سیاسی میانجا بحث میکنن، چگونه یکی از اینا میتونه یکی دیگه از عزل بکنه؟ داله که خود طرف مقابل از اونم غیر قانونی امروز در حرکت قدرت تکیه زدن. پارلمان ما غیر قانونی است، ریاست جمهوری ما غیر قانونی، ریاست اجرایی ما غیر قانونی است و دایی حالت شکننده وضعیت سیاسی که غبارآلود هوای طبیعی، هوای سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی افغانستان امروز در چی وضعیت ناگوار قرار دارد. ما سوالی که از طرف مقابل داریم این است که چی لازم است که دایی مقطع زمانی که داعش داره از طرف کشورهای سوریه و عراق به شمال افغانستان نفوذ کردن، اینجا حکومت افغانستان تصمیم میگیره دایی مقطع زمانی ممنونت. که آقای نور را برکنار بکنن. پس دایی معلوم است که اینها روی اهداف یک پروژه غربی ها در افغانستان کار میکنن که موجودیت آقای عطا به خاطر حفظ عراست و مقامشان نیست، بلکه اجازه بتین بل به خاطر دفاع از عظیم کشور و هویت و صلابت و اقتدار ملی مردم افغانستان. ممنونتون آقای هودمن. واقعا استادگی در برابر تصمیم حکومت مرکزی از سوی آقای عطا محمد نور به چه معناست؟ فکر نمیکنین که با استاده شدن آقای عطا محمد نور ایره به اثبات میرسانه که اونها در تلاش یک بغاوت هستند و سرکشی میکنن از تصمیم حکومت مرکزی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ز فکر کوم استاد پختنه په پام کې نیسم، ما غنمخ کې تو خبره وړم کومه مهرباني وکړئ. د سده چې له شروع نه د دوه بحثونه به سره بیل کوم. یو بحث دا دی چې د افغانستان اوسنی حکومت څنګه رامنځته سه، او بل بحث دا دی چې آیا دا حکومت د اساسي قانون د نقص په نتیجه کې رامنځته سه او که د حکومت د قانون په اساس رامنځته سه وروسته بیا اساسي قانون نقص کړه به سره بیل سي ګورئ. البته خبرې داسې تعبیر نه سي چې دلته کومې خبرې چې وسولې او کومې خبرې چې د جمعیت اسلامي له ادرسه سوي دي دا به شخصا زه غواړم دا رد کړمه، اما خبرې داسې تعبیر نه سي چې ګنې زه د حکومت په خوا باندې خبرې کوم. حکومت که دې بحثو سره علاقه لري هغوی خپله ویاندان لري، هغوی به پرې بحث وکړه. څو مسله ډېرې مهمې دي. کله چې عطا محمد نور د همدغه حکومت له خوا نه د بلخ د والي په حیث باندې وټاکل سه، هغه وخت کې د دې تصمیم نه استقبال کیږي، هغه وخت کې دا حکومت غیر قانوني نه وي. اما کله چې همدغه حکومت د عطا محمد نور استعفا منظوروي، بیا دا حکومت غیر قانوني سه. دا یو. بله خبره داره چې ولې دغسې بحث وسي چې مثلا دا د ملي وحدت د حکومت د موافقتنامې سره په مخالفت کې مسله ده. ګورئ، دا باید ډېر عادي او طبیعي موضوع اوسېږي. عطا محمد نور 15 کاله په بلخ ولایت کې والي و، اما آیا یو بل څوک نشته چې د بلخ ولایت د والي په حیث باندې مقرر سي؟ او جالب بحث پکې دار، دلته د جمعیت بحث هم حتی مطرح نه، دلته بحث ټول شخصي دی. همدا اوس چې کوم کس انجینر محمد داود د بلخ د والي په حیث باندې ټاکل شوی دی، هغه پخپله هم د جمعیت د اسلامي ګوند غړی دی. دلته که چیرې د اشخاصو او د کړیو د منافعو مسله نه وي، ولې مخالفت ورسره کیږي؟ خو جمعیت که غواړي چې د بلخ ولایت والي د دوی له ګونده واوسېږي، خو د اوسنی والي هم د هغوی له ګونده دی. دا مسله ډېره واضح ده. یعنې د ښاغلي نور شخصي منافع دا ایجابه وي چې هغه باید لام ولي، یعنې ولې یو ګروپ یوه ډله ځینې اشخاص راسي او د اشخاصو د منافعو او د اشخاصو د قدرت د دوام لپاره بحث وکړي او ټول نظام چلنج کړي، ټول سیستم چلنج کړي؟ ګورئ، دا یوه ډېره عادي پروسه باید اوسېږي. او همداسې دا هم یو مثلا په تېرو څو کلونو کې د همدغه حکومت په وخت کې چې دوی غیر قانوني بولي، دا پراډاکس د منلو وړ نه راځي. مثلا تاسو راځئ، مثلا جمعیت راځي، دلته وایي چې دا حکومت نامشروع دی، دا حکومت غیر قانوني دی، او بیرته به پخپله د همدغه نامشروع حکومت 50% واکم باید له ما سره وي او دا نامشروع هم دی. یعنې دغسې بحثونه د دې معنا ورکوي چې دلته دا خلک سیستم ته، حکومت ته، اساسي قانون ته ولاړېدل. د نظام د والي په صفت د مرکزي حکومت د پرېکړې په اړه راسي وایي، د قانون له پلوه د دو درېدل د دې پرېکړې باندې څه رقم اغېزه لري؟ ګورئ، ځینې مسلې داسې دي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې نه ټول افغانان د بیان د ازادۍ حق لري، د نظر ورکولو حق لري، په یو مسله باندې د انتخاب کولو حق لري. ولو که تاسې دولتي مامور یا لوړ رتبه دولتي مامور هم اوسېږئ، که په ځینو مسایلو باندې خپل نظر او خپل انتقاد وایي، دا کېدای شي یو طبیعي موضوع وګڼل سي. اما کله چې یو کس راځي د حکومت د دولت د والي په حیث باندې او د حکومت پروګرامونه چلنجوي، جمهوري ریاست چلنجوي، حتی تهدیدآمیز خبرې کوي چې که داسې وسول زه به داسې وکړمه، دا نو بیا د دې معنا ورکوي چې دی د دې حکومت له برنامو سره، له پروګرامونو سره
هیڅ هم نوانه ده هیڅ هم غږ نه دی دی نه غواړي د حکومت سره کار وکړي دی د دې لپاره چې د دې حکومت سره کار وکړي اصلا دی روانه نماده نه دی نو په داسې حالت کې بله موضوع د استعفا دی تر کومه ځایه پورې چې رسنیو په دې باندې خبر نه خپره کړي دي موضوع د استعفا دی هغه کس استعفا کړې وه او استعفا یې د جمهوري اصل خانه منظور سوه ممکن د استعفا په دننه کې کوم معامله په دې منځ کې وي اما خبره دې کړې چې کله استعفا منظوره یې نو دلته د انتخاب ځای چیرته دی استعفا خبره ګرځو آقای فرهمند حالا آقای هودمن میگن که حقیقت اینجاست که بحث میان دو تیم نیست بحث میان جمعیت و حکومت نیست بحث میان یک فرد با حکومت است و اون هم به خاطر منافع شخصیش تاکید بر این داره که بیا به عنوان والی بلخ همچنان به کارش ادامه بده خب وقتی که روی دو فرد است چرا تا اکنون حکومت اقدام به این کار نکرد که آقای عطا محمد نور از سمتش برکنار بکنه و در این مقطع زمانی آمد ما با آنچه که پیشتر براتون اشاره کردم حالا منظور شما از این مقطع زمانی چه است؟ چه چیز مثلا تغییر کرده در این مقطع زمانی؟ مقطع زمانی حکومت افغانستان بر اساس برنامه هایی که برشان از طرف بیرونی ها داده میشن مطابق با پروژه ای که قرار است در شمال افغانستان عمان تطبیق پروژه داعش است اینا کار میکنه یعنی حکومت میای پروژه داعش را در شمال تطبیق میکنه مکلف هستن آنچه که خارجی ها و غربی ها به حمایت از اینا آمدن آن که نان میته فرمان میته به اساس چی شما این حرف را میزنید که حکومت میای پروژه داعش را در شمال امروز تطبیق میکنه شما وقتی ببینین چگونه میتونه که داعش در طول 1.5 سال 2 سال چگونه داعش بیشتر از لک ها نفر خانواده دایش آنچه که خبرها درز میکنه و آنچه که حقایق از دورسوالی های درزاب سرپل قرار گرفتن از دایش های عراقی، سوریه، الجزایر، فرانسوی، امسالون، کشورهای دیگه اینا با کمک کی آمدن به اینجا؟ شما بگید با کمک کی آمده؟ اولا امان و کسایی که آمی های بین‌المللی حکومت هستن و به خاطر منافع اقتصادیشان در افغانستان پا گذاشتن و طرف دیگه کسایی که از داخل نظام مورایی که سوخته هستن عمان و ستون پنجمی که میخوان به خاطر مزدوری بیگانه کار میکنن در داخل نظام همزمان حضور دارن کی هستن اینها آقای فرهمند بیاین نام بگیرین یکی دو نفر که مردم بفهمه که اینها برای چی میخوان آقای نور پنجم کسایی هستن که دمی داخل نظام هر روز به جز تفرقه توهین تحقیر انفجار انتحار و خلاف اراده مردم افغانستان قدم میگذارن و آقای رئیس جمهور با تیمشان در حلقه کوچه قرار دادن و آنچه که میام مشوره میتن آنچه که اینا کار میکنن اما آقای فرهمند آقای هودمن این بحث شما را کاملا رد میکنه و میگن که آقای عطا محمد نور به خاطر منافع شخصیش تاکید بر از داره باید همچنان با عنوان بحث منافع شخصی عطا محمد نور اینجا مطرح نیست عطا محمد نور اگر به خاطر منافع شخصیشون تا به اکنون کار میکرد میتونست که خیلی مثالی از دیگه ولایت های افغانستان ما امروز مثال بودیم که شهر سازندگی، صلح، صفا، صمیمیت، انسانیت تمام چیز امنیت و سلوک اجتماعی همه چیز در مزار شریف آیا امی بود که آقای عطا محمد نور اگر میتونست به خاطر منافع شخصی خود کار میکرد چرا بلخ امروز می نیست یک شهر سازندگی و صلح و از نگاه امنیت از تمام مسائلی که رشد اقتصادی شما اگر ببینید بلخ می نیست نماد سازندگی در سطح منطقه به جوره است آیا امی بود که آقای نور با روی منافع ملی خود شخصی خود فکر میکرد روی منافع ملی بود و تا به اکنون هم سپاسگزارم ادامه خط کابل را پس از میان برنامه کوتاه دنبال کنید با ادامه برنامه خوش آمدین آقای هودمن حالا آقای فرهمند میگن که بحث منافع شخصی در چگونگی حضور آقای عطا محمد نور با عنوان والی بلخ مطرح نیست حالا حکومت میخواد با برکناری آقای نور شمال را ناامن بسازه و پروژه داعش را چیزی را که آقای فرهمند گفتن میخواهند در شمال تطبیق بکنه خیلی تا یو شای باید واضح وسط پر جمعیت باید داخل موقف واضح که بدی برخه که عطا محمد نور استعفا کرده یا کل رسته ویل دانده نه دوی وسط پر دا خبر نکی دی جمعیت لادرس نه پینزش پک گرخم خبری واورد لسوله دی جمعیت لادرس نه ویل سول چه عطا محمد نور استعفا مشروطه و گوری یوه اشتباه باید منگه ونو که اگه داره چه کل دا دی ملی وحدت پا نوم چه کم موافقت نامه امزا سوله دی دو کاندیدان پا منسکی تاسو نسی که ولی چه پا هر مسئله که پا دی موافقت نامه بانده استناد بکی مثلا دی موافقت نامه پا کم زایی که راغلی دی چه خاغلی عطا محمد نور یا کم بل خاغلی دی پین مادام الحیات دی ولایت ولی ووسی دلتا بس نستا پا که ام دارنگا تر کومه ځای پر سری قوانینو بحث دی
هیچ سند سیاقت دو کسان یا دو کاندیدان یا دی جمهور رئیس یا دی کمبل مقام تر منز لاستکیگی هغه نسی که ولیسی دی قوانین نپورت ایسد تولری ما ویلیسی دا دیر طبیعی او دیر عادی پروسه باید ووسیگی او طول باید دا ومنی جمعیت اسلامی دی حکومت دی مهم شریک او سهمدار پا ایس بانده باید پخپل دا حکومت متزلزل نکی وزی کسی باسته یا تا محمد نور پنزل اسکال والی ولی دی ورسته دی نی یا بل کس دی اگه هم دی جمعیت غلای دی ما خبره زن نگوارم دست اتهام وارد کم سدل تری دی و مشخص کس دی شخصی منافع و مسئله ای اما دوی چه دا بس بکم شکل بانده ولنده که دخل دی خوده نکی زل دی شخصی مسئله نو بیا دا خبری ولی کی گی چی دلتا حکومت غوری دی دایش پروژه پا شمال که عملی که یا غوری شمال نام نکری نو بیا دا خبری ولی کی دا دسته دی چی اوس متاسفانه دلته خو د جامعت لرس کله تاسو وړی په جامعت بس وکئ یوازې د بلخ د ولایت مسله هم نه دی دولس دیارلس وزیران د ولسي جرګې له خوا نه سلب اعتماد شول په هغه کې د بهرنیو چارو وزیر هم پکې و یعنی کله چې جامعت بیا په دا دولس وزیرانو کې پخپله وزیران ورکوي پخپله جامعت د دې حکومت شریک دی نور وزیران معرفي کوي ولسي جرګې ته د جمهور رئیس له لارې نه د دې معنا دا ده چې دوی هغه پروسه ټوله منلې ده وایې منله نو ولې د بهرنیو چارو وزارت لپاره نوی وزیر نه معرفي کېږي هغه هم سلب اعتماد شوی دی که نه دلته ګورئ یو د قوانینو بحث ده چې تاسو راځئ د اساسي قانون منئ او د نظام په چوکاټ کې که حق هم غواړئ که معامله هم کوئ که قدرت کې شراکت هم غواړئ او که استعفا هم کوئ هر څه کوئ یو د قوانینو بحث ده بلې خواته د هغو امتیازاتو بحث ده چې تاسو د قانون د احکامو نه پورته غواړئ لکه د بهرنیو چارو وزارت مثلا همدغسې ده بل دوی وایي چې ولې په دغه تاریخي مقطع کې دا کار کېږي مثلا ولې دا کار مثلا د قوس په میاشت کې وسه که دا کار په هر وخت کې سوی و مثلا که دا تېر کال هم سوی و همدغه اعتراضونه به دوی کوله که نه دا دوه کاله مخکې هم سوی و همدغه کار به کېده وبښئ یو شی زه غواړم ووایم چې دې کې شک نشته چې د بلخ ولایت د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په څېر په تېرو 15 کالو کې پرمختګ کړی دی دې نه موږ سترګې نشو پټولی اما امنیتي وضعیت چې هلته څنګه دی په بلخ ولایت کې هماغه پېښې چې په نورو ولایتونو کې سوي بلخ ولایت کې هم سوي دي نو دلته کوم تفاوت نشته چې مثلا تاسو ووایئ ښه دا اوس داعش نشته په بلخ کې مثلا په شمال کې دا اوس طالب نشته په شمال کې دا 15 کاله تا محمد نور والی ولې د مخه یې ونیوله له دې وروسته به څنګه ونیسي ډیره زیاته مننه آقای فرهمند حالا به اساس قانون بر کناری والی ها یک امر معمولی است و این صلاحیت های رئیس جمهور است که کسی را به عنوان والی بگماره و همه کسی را برکنار بکنه چرا جمعیت این موضوع را به خود یک موضوع حیثیتی ساخته و میخواد فراتر از قانون به حکومت عمل بکنه به اونها خب وقتی بحث قانون شما مطرح میسازین اول آنچه که پیشتر اشاره کردم حکومتی که خودش فراتر از قانون عمل میکنه حکومتی که خودش جایگاه صلابت قانونی نداره رئیس جمهوری که خود رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان نیست و از اکنون در تاریخ کشورهای دنیا شما بگردین به نام حکومت وحدت ملی دو سه کشوری که بوده او هم به اساس تفاهم سیاسی آمده روی کار بنا به ملحوظات زمانی و مقطع زمانی که قرار بود که حوادث دیگه پیش نبیه و بدیل بجز به حکومت چیزی ما نداشتیم مردم طرف قرار نگرفتن کنار هم آمدن به خاطر اینکه صلح و صفا و صمیمیت آنچه که دستاوردهای 14 بله به بحث گذشته نمیریم هر چی هستن آقای غنی به عنوان رئیس جمهور هستند و قانون اساسی برشانی صلاحیت را داره کس را والی تعیین کنه کس را ما شما که قانون اساسی میگیم کدام رئیس جمهور کدام حکومت حکومتی که خود در قانون اساسی یکی از ماده های قانون اساسی شما برای ما بکشین که حکومت وحدت ملی در او نام ذکر شده و در یکی از ماده ها مسائل دیگه مطرح شده در کجا یکی از قانون است حکومت دو ساخته و بافته است که در داخل سفارت آمریکا روی یک تفاهم سیاسی اومده به اینجا و این حکومت اول موضوع خود او روشن بشه بس بعد بیای از روی از عدل اشخاص و افراد دیگه مطرح بسازه که سعیس مایی را میپذیریم که برکناری و نصب کارمندان حکومت چی از عالی رتبه تا پایین رتبه از صلاحیت های حکومت مطابق به قانون اساسی افغانستان است وقتی که رئیس جمهوری که خلاف قانون خودش به چوکی تکیه زده وقتی پارلمانی که خلاف قانون خودش تکیه زده وقتی که هیچ نوع اراده و ممثل اراده ملی مردم افغانستان حکومت نیست وقتی که همیشه برخلاف اصول و قوانین افغانستان سلیقوی در مقابل احزاب سیاسی افغانستان رفتار میکنن همزمان فراموش نکنین که
امی جمعیت اسلامی که امروز مطرح میشه ما بحث حزبی را مطرح نمیکنیم. امی اشخاص، امی افراد، مگر امی عطا، مگر امی فرماندهان جهادی نبودن که در مقابل چهره های سیاه طالبانی قفاق و مشت ننگین به چهره های زیاد طول تاریخ زدن و امروز صاحب نکتایی و ای عظمت و کرسی و مقامی که ای حکومت و ای تکنوکرات هایی که امروز شدن، مگر زوری از زمین ها نبود که در مقابل چهره طالبانی و پنجابی استاد شد امروز صاحب صلابت و اقتدار شدن؟ چرا میشه ملت افغانستان به خصوص افراد اشخاصی که زیر نام تکنوکرات ها از غرب سرازیر شدن میآیند امروز افراد اشخاصی معلول حالی که اصلا هویتشان معلوم نیست که اینا کیها هستند؟ در چارچوب قانون اساسی افغانستان حکومتشان نه تنها جای نداره که خودشان با پاسپورت های دو سه کشور دیگه وارد افغانستان شدن. اینا من چهره ها و فرزندای صدیق مردم افغانستان، آنانی که فرزند خود، خانواده خود، عزت و آبروی خود در مقابل پنجابی و یهود و نصارا زدن و این اقتداری که امروز صاحب نظام شدیم، بعد اولی کف دست خود ما ملت افغانستان، تمام برادرای ما از تمام اقوام افغانستان رفتن به پای صندوق های رای و این نظام نیم ساخته را کجکور ما امروز ساختیم. هیچگاه ما برخلاف نظام نبودیم، ما برخلاف، اما تصمیمش را هم قبول نداره. تصمیمی را زمانی قبول داریم که حکومت خود قانونمندی را پیاده بکنه، خود عدالت اجتماعی را تامین بکنه، خود جلو استبداد و ظلم و ستم بگیره و از رفتارهای سلیقوی در مقابل اعضاب و اقوام مختلف افغانستان جلوگیری بکنه. تا او زمان ما دست به سینه استیم. حالا با توجه به اوج اختلافات که به این مسئله بروز کرده، شما دیشب حرفهای آقای نور را شنیدین، همین گونه واکنش ها و هشدار های اعضای دیگر جمعیت را هم شما شنیدین. واقعا فکر میکنین که حکومت بتونه آقای نور را برکنار بکنه و شخص دیگه را به عنوان والی بفرسته به ولایت بلخ؟ به نظر خودم بیشتر طبیعی پروسه عادی باید باشه، مثل که قبلا گفتم، اما حالا عادی نیست. حالا اینجا هشدار ها داده میشه، حتی هشدار داده میشه که از هر گزینه آماده هستن در برابر حکومت و این اعتراضایی که میشه به هیچ نتیجه هم جور نمیشه. چیزی که بیشتر مهم است ببینید که گفته شد، اول است که شما میاین از یک طرف یک حکومت غیر مشروع میدانین، باز پس در همین حکومت غیر مشروع شما سهم میخواین. در صورت که شما جز از این حکومت باشین، شما در این والی و وزیر و رئیس و غیره باشین، این حکومت خوب است. این حکومت شما نمیگین که غیر مشروع است. آقای اردمن، آقای عطا محمد نور این موضوع را به صراحت زمانی که والی هم بودن میگفتن که حکومت مشروعیت قانونی نداره و ده ها ایراد میگرفتن به این حکومت. خب بس بم دیگه گوری کلاس دوی وای چې د حکومت غیر مشروع دی، د ناروا حکومت دی، د اساسي قانون مخالف حکومت دی. اوس کلاس بس دغه بحثونه لري مهم دی. بله زه هم په دې انتخاب نه لرم، زه هم کلاس تاسو دی حقوقي لازم غواړی بس وکي په دې حکومت باندې، زه هم ډیر اعتراض نه لرم. اما دغه بحث واقعا د جمعیت له خولې نه خوند نه کوي، ځکه چې ګورئ د جمعیت هغه برخه خلک چې په حکومت کې دي، په حکومت کې کار کوي، چوکۍ لري، قدرت لري، امتیازات لري، امکانات لري، هغوی سکوت کوي، هغوی دا خبره نه کوي. د جمعیت هغه برخه خلک چې امتیاز له لاسه ورکوي، هغوی اعتراض کوي، زه دا نامشروع دی، دا غیر قانوني دی. ګورئ دوی ویل چې در هیچ جایی از قانون اساسی به نام حکومت وحدت ملی شما چیزی ندارین. درست است، همین بحث ما هم مطرح میکنیم که وقتی شما در قانون اساسی به نام حکومت وحدت ملی چیزی را ندارین، این به این معناست که شما نمیتونین یک چیزی را که موافقت نامه وحدت ملی سر از اون نام ماندین او را مشروع ثابت بکنین، به خاطر که به اساس گفته خود شما این مخالف قانون اساسی ثابت میشه و ثابت هم است. یک بله ما گفت دهیم وقت مو پای ترسید لپ دیر لند تو گی کوئی لند بزر خبر را طول اکم اپدی شکل بندی گوری داد سیاسی اخلاق لنظر هم سم خبر نه ده چې کله موږ په حکومت کې یو، موږ چوکۍ ولرو، قدرت ولرو، دلته هر څه سم دی، حکومت سم دی، مدینه فاضله جوړه ده. کله چې زه په قدرت کې نه یم، هر څه خراب دی، توطیه ده او داعش ده او دا شاین دی، دا اوازې دی. زه فکر کوم چې موږ باید قانون ته تسلیم شو. سپاسگزارم مهمانان عزیز از حضورتان در برنامه کنونی خط کابل و تشکر از همراهی شما. همچنان تا بعد، خدا نگهدار.